برملا شدن هویت پاسدار غفور درجزی که با نام جعلی مصطفی مدبر مدیر عامل باشگاه ورزشی سایپا را بر عهده دارد، بار دیگر موضوع چنگ انداختن سپاه پاسداران بر ورزش ایران به خصوص فوتبال را مطرح کرده است. درباره چنگ اندازی سپاه تروریستی پاسداران بر ورزش میهنمان، نظر آقای بهرام مودت، دروازه‌بان نامدار تیم ملی فوتبال ایران و عضو شورای ملی مقاومت ایران را پرسیدیم که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم. بله، سوال خیلی خوبی کردید. اساساً یکی نقش سپاه پاسداران در ورزش که حدوداً اگه اشتباه نکنم از 20 تا 25 سال گذشته شروع شده حضورش، و صحبتهایی که علی دایی چه قبل از اخراجش از سمت مربیگری تیم سایپا و چه صحبتهای بعدش. خب ابتدا صحبتهایی که علی دایی کرده، خب افشاگری هایی هم که کرده، مطمئن نیستم که از شایدم آگاه بود از نقش مصطفی مدبر که اسم جعلی است و یکی از اسمای جعلی در واقع همین غفور درجزی هست که معروف به سردار غفور بوده. صحبتهایی کرده و در اونجا اشاره کرده که اصلا این حکمی که گرفته اساسا رسمی نیست، چرا که مصطفی مدبر رو اصلا نمیشناسه، و بعدم افشا کرده که با توجه به اینکه صداش از تلویزیون شناخته این همون نفره. و خب همونطور که مقاومت هم قبلا بعد از ترورهایی که انجام شد، قاسملو و نقدی و رستوران مکانوس، خب افشاگری رو کرده. ولی اون سوالی که شما کردید، در واقع نقش سپاه مثل تمام عرصه‌هایی که وارد شده جز خرابی و جز آوردن فساد بیشتر و باندبازی چیزی دیگه نبوده. در ورزش هم هر کجایش رو که ما بخوایم دنبال بکنیم و سپاه در اونجا حضور داشته باشه جز همین آثار مخربی که متاسفانه شاهدش هستیم. ورزش ایران که بعد از انقلاب دست اینا افتاد که خودش بیمارگونه ادامه میداد تا اینکه سپاه وارد شد و الان دیگه نفسهای آخرش رو میزنه. اون چیزی که سپاه وارد کرده حضور تمام فرمانده ها نظامیان از رده های دیگه در مدیریت های مختلف از باشگاه ها گرفته تا رؤسای فدراسیون ها گرفته تا حتی حق انتخاب در مورد مربیان تیم ها و تیم های ملی، و بیشتر اینه که حتی در تماشاگران هم رخنه کرده تا بتونه شعارها رو به سمت و سوی خودش و اهداف خودش ببره. در مجموع من با توجه به وقت میتونم اینو در یک کلام بگم که حضور سپاه کاملا منفی بوده در ورزش و کاملا مخرب. در این مورد میشه گزارش طولانی داد، ولی اون چی که من الان اینجا میخوام بگم، اولا که به عبارتی افشاگری شده، و از طرفی هم که خب این حق مقاومت هست که واقعا این گونه افراد مثل همین غفور درجزی که سابقا با نام منصور بزرگان، امیر منصور بزرگان اصل هم در ترور حسین نقدی از اعضای شورای ملی مقاومت دست داشته در اسفند ماه 71 و مکونوس و همینطور قاسملو، این واقعا جا داره که بیشتر به این افشاگری پرداخت، چرا که از زبان کسی واقعا افشای نامهای مختلف مصطفی مدبر که نه ورزشی هم نبوده ضمن، اینو اشاره بکنم که آدم غیر ورزشی بوده و حالا مدیر عامل باشگاه سایپا شده. در مجموع در مورد نقش سپاه در ورزش با توجه بکنیم که اساساً فقط و فقط به خصوص در فوتبال فقط و فقط موضوع حیاتی رژیم، یعنی امنیت و کنترل اونم در تمام سطوح هست، و اینو سپاه با تمام قدرت دنبال میکنه و هزینه های زیادی رو هم داره میپردازه، حتی لحاظ مالی و حتی با آوردن یه همچین افرادی که تا اسمشون میاد مشخص میشه که در چه جنایت‌هایی دست داشتن و مستقیم شرکت داشتن.